سلام، با قسمت 11 مورد خیلی در خدمتون هستیم. تا آخر برنامه ما با باشید. به لیگ برتر ایران، جام قهرمان آسیا، جام اروپا، کلی خبر واسهتون داریم. تا آخر این برنامه پای گیرنده هاتون بشینید. در ادامه روند خیلی خوب بازیکنهای خارجیمون، قوچان نژاد این هفته گل نزد ولی یه پاس گل خیلی خوب داد که این پاس گلش باعث برد تیمش شد. دمش گرم، هر هفته داره بهتر از هفته قبل بازی میکنه. در ادامه این بازیکنهای خارجی، سردار آزمون امروز یه گلی زد و فکر کنم اون کارگردان چی بود؟ آرسنال هم قوچان نژاد. این آرسنال چی بود؟ آرسنال هم مثل که دوباره آره هنوز میخواد، یعنی این عشق خلاصه جاودانه است. قوچان نژاد هم یه گل خیلی شیک و توپ زده، یه چیز شبیه به اون گلی که به کره زد تو کره، قشنگ‌تر. معروف به وقتی دنبالت میام بی‌محلی کنید آقا وحید گل یه سوتی از برنامه 90 گرفته که این سوتی باید چیه که برنامه 90 بیاد پایین، برنامه مرده خوری بره بالا. ویدیو کامل شما متاسفانه وقت نداریم تو این برنامه نشون بدیم. من لینک این ویدیویی که تو یوتیوب هست رو براتون تو پیج فیسبوک مرده خوری میذارم، برید نگاه کنید. چیزی که تعریفیه باید ازش تعریف کرد. آقا استقلال این چند هفته اخیر خیلی خوب کار کرده. نمونهشو بخوایم بگیم، بازی با الشباب تو زمین الشباب بوده که خیلی خوب کار کرده. این بازی آخرش هم که همین امروز بوده با فولاد خوزستان، تو زمین فولاد بازی رو برد. حالا میتونم من بازی‌های همه رو، هم بازی پرسپولیس هم استقلال، همه رو لایو نگاه می‌کنم. میتونم به جرئت بگم که این بازی‌هایی که برد، یکیش عامل اصلیش، مهمترینش مهدی رحمتی دروازه‌بان استقلاله و کمتر از اون نباشه بیشتر نیست، امیر قلعه‌نویی. این دو تا واقعا تیمو دگرگون کردن با مهره‌های کمی که دارن، کلی نمیدونم مصدوم و فلان، خیلی خوب دارن تیمو جمع می‌کنن. حالا یه صحنه‌ای از اینو آماده کردیم ما براتون، تو قسمت مورد نظر خواهید دید، هم بازی استقلال توی لیگ قهرمانان هم جام لیگ ایران. ولی خلاصه خواستیم بگیم که خوب بازی کرده دیگه. حالا ولش کن بریم روی لیگ و جدول لیگ کامل براتون توضیح میدم. خب تحلیل لیگ ایران تا هفته 29 که یه هفته دیگه به پایان این لیگ باقی مونده. همینطور که در تصاویر پشت سر من می‌بینید، نفت تهران در کمال ناباوری به صدر جدول اومده. این معنیش اینه که اگه بازی بعدیشو ببره قهرمان لیگ برتر امسال نفت تهرانه. بازی بعدیش با سپاهانه، بازی سختیه. حالا اگه از اون و سپاهان ببره، احتمالش اینه که اصلا سپاهان اول بشه. حالا همینطور که داریم نگاه میکنیم و نتایجو داریم، 54 امتیاز نفت تهرانه، 54 امتیاز فولاده، 53 استقلال، 52 پرسپولیس، 51 سپاهانه. خیلی فشرده است، با یه بالا پایین کردن اصلا کلن قهرمان عوض میشه. من میخوام حدس بزنم، به نظر من فولاد خوزستان قهرمان میشه و استقلال دوم، پرسپولیس سوم. این حدس منه، ولی حالا میتونیم تا هفته دیگه نگاه کنیم بازی رو ببینیم که چه اتفاقی میفته. لیگ قهرمانان آسیا، این هفته تیمای ایرانی یه خود بهتر کار کردن. تیم استقلال برد، به رده سوم جدول لیگ قهرمانان اومده. سپاهان مساوی کرد، فولاد خوزستان برد و تراکتور هم مساوی کرد. خب نتایج بدی نیستن، هنوز امید داریم که اینا، حتی میتونیم بگیم هر چهارتاشون امید دارن که به محل بعدی این رقابت ها صعود کنن. ما حالا یه کاری کردیم، اومدیم گلای این بازی ها رو براتون گلچین کردیم. برین تیم تصاویر رو ببینین رو برگرد. توی دروازه، توی دروازه، گل پیروزی بخش فولاد توسط
مژده مژده، برنامه مرده خوری به صورت هفتگی در دو تا از سایت رسمی دنیای فوتبال، فوتبالی ترین که همتون میشناسین و گلروان که بازم همتون میشناسین، پخش میشه. به صورت هفتگی برنامه ما رو از این دو تا وبسایت حتما نگاه کنید. مهمون این هفته ما کسی نیست شده آقای علی جادوگر، علی کریمی. سلام علیکم. ارادت دارم خدمت آقای شاهین. قربونت، خیلی ممنون وقت برای برنامه ما گذاشتی. دلمون واقعا تنگ شد اون دریبل زیدانی ها و خوشگلایی که واسه زمین می‌زدی. من حالا البته سوال اول برنامه‌مون همینه راستش، اینکه ما می‌بینیم تو تراکتور شما واقعا هنوز رو اوجی بازی می‌کنی، چرا تیم ملی خدافظی کردی؟ آقای شاهین ما تومون خودمون رو کشته بیرونمون مردمو. خب بله همین دیگه. این من خدافزی کردم، 33 سالم بود، همسن زیدان بودم، دیدم که توم خودم رو کشته، گفتم که آقا ما نیستیم دیگه و خدافزی کردم. حالا آقای زیدان یک کله هم زد اومد بیرون، ما که یک کله هم خوردیم اومدیم بیرون. بله حالا از این بحث بخوام کم کم وارد بحث بعدی بشیم، باز همون تیم ملی، ما چند وقتی اخباری میشنم که شما قرار برگردیم به تیم ملی ظاهرن و حالا اعلام کردین که حاضرین به هر نوع شکلی به تیم ملی کمک کنین. حالا نمیدونم میخواین لخشین بازی کنین یا جور دیگه میخواین کمک کنین. یه توضیح هم در مورد کمک به تیم ملی اون بگم، اون صحنتی که لخ میشن بازی میکنن یه صحنت دیگه است که مال فیلم بزرگسالانه. بله مال فوتباله، ما لباسمون عوض بود. این اولا. دوما بحث لخ شدن شد. چی شد؟ بحث لخ شدنی شما قرار با تیم ملی برگردید؟ من بازی میکنم، من برای تیم ملی بازی میکنم، با تمام وجودم بازی میکنم، قولم میدم اگه ما رمزون شد دیگه ساندیس پمپم نخورم و روزه بگیرم. برای بازی به تیم ملی شد بحثتون، یه ما اتفاقی سه بازیکن هستن که آقای جباری مثلا اعلام میکنن که ما خداحافظی میکنیم، جامونو میخوام بدیم به جوونا. میخوام شما هم همین نظر داری یا نه؟ عباس معصومی، مجتبی جباری، اتفاقا همکارش رو میکنن که مثل این که بله ارتباط ما با آقای جباری هم وصل شده. الو سلام آقای شاهین، خسته نباشین، جباری هستم در خدمتتون هست. قربان شما، ما خبر شنیدیم که شما تیم ملی خداحافظی کردین، یه توضیح اگه بدین که دلیل من جامو وا کردم برای جرا جوونا و کسایی که واسه شون مهمه جام جهانی چیه. واسه منی که عمرم رو تو این جام جهانی گذروندم، 30 امضا فقط به کریستیانو رونالدو منده، دیگه بیام چیکار دیگه، واقعا من واسه من پوینتی نداره و امیدوارم که جوونا برن و لذتشو ببرن. یه سری شایعات زد و نقیض هم بوده که میگن بعضیا میگفتن آقای جباری به خاطر این نمیده که میترسه تعویض بشه، یعنی دیده تیم ملی دیگه خیلی مهرای قوی داره و میترسه رو نیمکت باشه. بعضی دیگه هم میگن رو به خاطر پول بوده. حالا من اولا در مورد ترس از تعویض بگم که من خدا میترسم فقط. بله و بحث پولم من نمیدارم. فرض کردن که من مثلا اون زمانی که جام جهانی نمیرم، معلم خصوصی فیزیک کنکورم، مثلا 3 تا شاگرد دارم، ساعتی مثلا 20,000 25,000 تا میرم فیزیک مثلا ترمودینامیک درس میدم، 3 20 60. آره دیگه، یا مثلا شیفت دوم آژانس شریعتی مثلا انقلاب میرم، روزی 3 ساعت درس بدی، روزی 100 کاسه بی. خجالت نمیکشی؟ خیلی خب، ممنونم که روی خط اومدین زیر خط رفتین. راستی به جای اینکه منو دعوت کنی که رو بورسم الان خدافظی کردم و این فسیل رو عقب کشیدین و بیرون آوردین دوباره، فسیل اون مردک کریمیو، منم الان رو بورسم، چیکار داری میکنی؟ با اخبار روز جلو برو. البته آقای کریمی هنوز ما رو خط داریمشون و حالا در صد از شما خداحافظی میکنیم. آقای جباری لطف کردید. آقای کریمی، آقای کریمی، آقای شاهین، یه مسئله فسیل مطرح شد. بله خواستم بگم که در شاهین بازه، حیای تو کجا رفته؟ این یه دو موش تو سوراخ نمیرفت، جارو به موش میبستن. یعنی مسئله آقای جباری یعنی اون جاروه، همین دیگه. فسیلم لا لا هلا. بله بحث آخر ما در مورد آقای علی داییه. ما میدونیم که شما سر
قضیه تیم ملی سال 2006 و حالا بعدش و قبلش و بعد هم مسئله جدید پرسپولیس، شما با آقای دایی دعوایی داشتین. میخوام فقط قلمن به صورت راست و حسینی بگین که راست حسینی قضیه راست حسینی قضیه ما پرسپولیس آقا این بود، گربه دستش به گوش نمیرسید میگفت پیف پیف بو میده. آقا ما گربه بودیم، اون گوش پرسپولیس بود، آقای علی دایی هم اون مسئول گوش بود، مسئول نظری آقای که علی. ما انقدر از این کم گوشتی شکنجه شدیم تا دیگه رفتیم استیل از این رفتیم تراکتور رو دیگه به هر جای چنگ زدیم دیگه، همین دیگه. بعد شما علی دایی اصلا برام مهم نیست. یعنی از باختهای پرسپولیس شما خوشحالی یا ناراحت؟ من حالم از آقای دایی قلبا به هم میخوره، پرسپولیس هم به من اصلا مربوط نیست، من فقط به تراکتور فکر میکنم. بله حتی رفتم زبون آذری هم دارم یاد میگیرم الان. بله شما اهل کجا هستین اصالتا؟ کرج این روز ای فکر کنم درست بگم. میتونم جواب ندم؟ آره میتونین درست بگین. آقای علی کریمی اهل کرج هستن. خیلی ممنونم که وقتتون در اختیار برنامه ما گذاشتین. خداحافظت. فوسی اوکی چیه؟ خداحافظ. تومون بیرونمون رو کشته. خداحافظ نگرد. خداحافظ. رقابت‌های چمپیونز لیگ هم توی اروپا هم ادامه داره. همونطور که میدونین از لحاظ روند رقابت‌ها اروپا یه مقدار از آسیا جلوتره. رقابت‌ها به صورت حذفی داره انجام میشه. نتایج این هفته رو حتما خودتون میدونین. حالا بریم یه سری به این تصاویر بزنین، گلاش هم ببینیم و برگردیم. یه خبر بعد داریم برای طرفدارای تیم بایر مونیخ. تیم بایر مونیخ بعد از 18 ماه توی بوندسلیگا شکست خورد. حالا از چه تیمی شکست خورد؟ آگزبورگ. بله از تیم آگزبورگ شکست خورد. آبجو هم هست. از این تیم شکست خورده. البته همین که 18 ماه خیلی ها 18 ماه دو تا تولد دو تا بچه همون میخواستم بگم. فکر من اینه، فکر تو من مثلا دو تا یه اتفاق جالب افتاده توی بازی فوتبال. آقا این یارو اومده یه حمله بود، اومده بپره، حالا تصویرش بعدی میبینید، اومده بزنه پای دروازه‌بان یا زانوش خورده تو سر این یارو. حالا بنا به روایتی بعضی از این علما میگن که این زبونش بین دو دندونش گیر کرده، نصف شده رفته تای گلوش خفه شده، بعضی میگن زبونه برگشته درسته، زبون رفته تو گلو آقا گیر کرده، راه نفس بسته. یه بازیکن حریف اومده اینجا انگشت انداخته تای حلقه یارو نجات داده. حالا میگن بنی آدم از یکدیگرن که در آفرینش تگری بوده. آره زیاد این کارو میگن، متخصص انگشت و تگری بوده، انداخته خلاصه گلو یارو نجات داده. اگه این کارو نمیکرده آمبولانس که میدونی حالا یک دو دقیقه طول میکشه میمرده یارو، ولی جونش نجات داده. یه جون اون گروه انگشتمون بوده. به آخر برنامه میرسیم. قبل از اینکه ازتون خداحافظی کنم دوست دارم تشکر کنم از کسایی که برای ما کامنت میذارن. توی فوتبال ایتالیا چند تا کامنت گذاشتن، تو فیسبوک هم چند تا کامنت گذاشتن. آقای پابلو کیوان و آریا بوده تو برنامه فوتبال ایتالیا. البته برنامه ما رو کوبیدن. من خواهش میکنم اگه کامنتی میذارین یا اعتراض دارین آره کوبیده نباشه، یا حداقل به ما بگین کدوم قسمت از برنامه رو، مثلا قسمت اولشو خوشتون نیومده یا قسمت آخرشو کجا شد، خود دقیق‌تر بگیم ما اون درست کنیم. ولی در صورت از اینکه وقت گذاشتین برنامه رو دیدین و اینکه بالاخره یه تایپی کردین انگشتاتون رو تکون دادین تشکر میکنم. یه تشکر دیگه هم میکنم از آدما و فیسبوک پیجایی که برنامه ما رو توی فیسبوک پخش میکنن. دست همتون درد نکنه، تا هفته دیگه خدا بزرگ میسپارمتون. خداحافظ.
Thank you.